سلام دوستان عزیز، به برنامه خودتون همگام با مسیح خوش آمدید. از چند هفته گذشته ما برنامه‌مون رو در مورد شخص مسیحی و نظارت شروع کردیم و تا چند هفته آینده هم در این مورد صحبتمون رو ادامه میدیم، در مورد نظارت مسیحی. من کشیش شهریار هستم و خیلی خوشحالم که امروز طبق معمول همیشه بازم در خدمت بردم رضا هستم. خواهش میکنم. منم خوشحالم و از ادب میکنم خدمت بینندگان عزیز و خیلی بیشتر خوشحالم که با شما همکاری میکنم در این قسمت. امیدوارم که بتونیم مطالب مفیدی رو برای بینندگان عزیز امروز داشته باشیم. حتما. بله دوستان عزیز، صحبت امروز ما در مورد نظارت بر بدن هست. نظارت بر بدن ما چیزی که خدا میخواد و در این برنامه مفصل‌تر راجع به صحبت می‌کنیم. در دو برنامه این هفته و در هفته آینده در این مورد صحبت می‌کنیم، چون بحث خیلی بحث جدی و طولانی هست. این درس رو به دو قسمت تقسیم کردیم. منتظر آیه کلیدی یا آیه حفظی هستید. بعضیا قلم کاغذ دستتونه، میتونید یادداشت بکنید. مزمور 139 رو آیات 23 و 24. مزمور 139 آیه 23 و 24 آیه کلیدی برنامه ماست، یا آیه حفظی ما که میتونید اون رو یادداشت بکنید و حفظ کنید. تا چند لحظه دیگه ما صحبتمون رو در مورد نظارت بر بدن خودمون شروع میکنیم. یکی از صفات عالی خدای ما قدوسیته. خدا قدوسه و میخواد ما فرزندانش در پاکی و قدوسیت زندگی بکنیم. خدا میخواد که ما مقدس باشیم. این صفتیه که ما گاهی وقتا باهاش مشکل پیدا میکنیم. دوست داریم خدا همه جا حاضر باشه، درد ما رو ببینه، همه جا بتونه به ما کمک بکنه. دوست داریم خدای پرقدرتی داشته باشیم که هر کاری ازش بر بیاد. دوست داریم خدایی داشته باشیم که انتقام بگیره، خدایی داشته باشیم که محبت بکنه، خدایی داشته باشیم که هر اشک از چشم ما پاک بکنه، خدایی داشته باشیم که معجزات بکنه. ولی وقتی با خدای قدوس مواجه میشیم عزیزان، گاهی وقتا با خودمون میگیم نه، این قسمت خدا زیاد به درد من نمیخوره. ولی خدا قدوسه و میخواد ما مقدس باشیم. مقدس در نگاه کردنمون، مقدس در شنیدنمون، مقدس در اعمالمون، مقدس در جایی که میریم، هر کاری که انجام میدیم، معاشرت هامون، و مقدس در زندگی زناشوییمون، مقدس در رابطه با جنس مخالف. تمام اینها موضوع دو برنامه ماست که این هفته و هفته آینده میخوایم در موردش صحبت بکنیم. بارها و بارها دیدیم افراد در گناه جنسی افتادن، مرد یا زن در این گناه افتادن، در زنا افتادن و ثمرش این بود که زندگیشون رو از دست دادن، همسرشون رو از دست دادن، بچه ها ناراحت، طلاق به وجود اومد، یا جدایی بدون طلاق از ترس آبروی این تیتر طلاق که روی کسی نیاد، گفتن باشه طلاق نمیگیریم ولی جدا از هم زندگی میکنیم، که اون حتی بدتر هم هست. ولی از تمام اینها بدتر اینه که وقتی فرزندان خدا تو این وسوسه میفتن و در دام گناه جنسی میفتن، نام عیسی مسیح لکه‌دار میشه، اون محبوبیت کلیسا از بین میره. بارها اتفاق افتاده در تاریخ، متاسفانه الان هم باز هست، چون دشمن ما زنده است و ما انسان‌های ضعیفی هستیم که مرتکب گناه میشیم خواهی نخواهی، چون انسان هستیم. ولی خدا از ما میخواد قدوس باشیم، خدا از ما میخواد مقدس باشیم، چون خودش قدوسه. در این برنامه، در این مورد و در مورد تقدس در بدنمون، در تمام اجزای بدنمون و سپردن اون به خدا با همدیگه صحبت میکنیم. تا چند لحظه. در کتاب مقدس نوشته شده
مقدس باشید زیرا من یهوه خدای شما قدوس هستم. دوستان عزیز، خدا میخواد که ما مقدس زندگی بکنیم و در بدن خودمون او رو جلال بدیم. برادر رضا، در مورد این تقدس، در مورد مقدس بودن در بدن، شما چه مطلبی رو دارید برای ما؟ در این بخش اشاره کرده به درسی که ما در موردش با هم دیگه صحبت میکنیم، اشاره کرده به جسم و روح، که ما چطور میتونیم روح و جسم خودمون رو تمرین بدیم، بهش غذای خوب بدیم، تربیتش کنیم، برش نظارت کنیم تا بتونیم یک ناظر خوب بر جسم و روح همون باشیم. و نمونه کاملی رو که آورده از عیسی مسیح در این بخش آیه‌ای که داده از اول پتروس، من این آیه رو میخونم. بله، خواهش میکنم. خدمت شما و بینندگان عزیز، از اول پتروس فصل 4 آیات 1 و 2 هست. میفرماید که لذا چون مسیح به حسب جسم برای ما زحمت کشید، شما نیز به همان نیت مسلح شوید، زیرا آنکه به حسب جسم زحمت کشید از گناه باز داشته شده است، تا آنکه بعد از آن مابقی عمر را در جسم نه به حسب شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا به سر برد. حالا توی ترجمه قدیم یک مقدار مشکل ایجاد کرده، فهمش مشکله گاهی وقتا، این که توی تمرین دادن جسممون، توی این که نظارت کنیم بر جسم خودمون و بر روح خودمون خیلی مهمه. من یک داستانی رو یادم میاد، عزیزی سابق تعریف کرده بود که یک شخصی خواب میبینه و میبینه که مرد چاق و قوی کلی اومد جلوش ایستاد و ازش سوال کرد که خب تو کی هستی که اومدی؟ گفت من تو هم. گفتش که خب من که اینقدر چاق نیستم، فربه نیستم. گفت من جسم تو هم. گفتش که خب چطور اینقدر چاق؟ میگه خب برای اینکه به من رسیدی، سر وقت خوابیدی، تفریح کردی، خوب خوردی، چلو کباب و قشنگ رسیدگی کردی، نمیدونم حالا جدیدن تو ایران میرن دماغ عمل میکنن، گوش و نمیدونم فک و لب و اینا عمل میکنن، ولی خیلی همه جوره به من رسیدی، من باید انقدر ترگل مرگل و شیک باشم. خلاصه از خواب میپره، دوباره سعی میکنه که بخوابه، وقتی میخوابه دوباره خواب میبینه، خواب میبینه که یه آقای لاغری جوری وایستاده، نحیف ظریف وایستاده جلوش و میگه که خب تو کی هستی؟ میگه منم تو هم. میگه پس چرا انقدر لاغر؟ من انقدر لاغر نیستم که. میگه که من روح تو هم. میگه خب چرا انقدر نحیفی لاغری برعکس اون جسمم که انقدر چاق بود؟ میگه برای اینکه به من غذا ندادی، به من رسیدگی نکردی، اصلا به من توجه نکردی. اون چیزی که توی کتاب مقدس تأکید میکنه برون اینه که ما باید به این دوتا غذا بدیم. ما خوب به جسم خودمون سرویس میدیم، نه همه میدن، غذا میدیم، ولی به روح خودمون کمتر غذا میدیم. روح ما راقب گرسنه است، ولی جسم ما ناتوانه در زمینه، در زمینه رسیدن به امور روحانی. عیسی مسیح میگه که بیدار باشید، دعا کنید. روح راقبه ولی جسم ناتوان. جسم میخواد بخوابه، جسم میخواد به تفریحات خودش، به آسایش خودش، به آرامش خودش برسه. در امور روحانی جسم ناتوانه. دقیقا. جسم ناتوانه برای دعا کردن، برای در حضور خدا موندن، ولی روح ما راغبه. یعنی یه همکاری کوچیک لازمه ها، چون ما مایه‌شو داریم برای امور روحانی، ولی همونطور که شما فرمودین باید این همکاری باشه تا ما بتونیم در روح قوی بشیم. توی رومیان فصل 12 آیه 1 هم باز اشاره میکنه پولس رسول، بله، که میگه بدنهای خودتون رو قربانی کنید. اونجا واژه قربانی رو میگه، توی ترجمه قدیمی میگه لحاظای برادران شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شماست. التماس میکنه، استدعا میکنه که بدنهای خودتون رو تقدیم کنید. خیلی اینقدر تأکید میکنه پولس، یک استعدادهای
استدلال ها یک التماس ها و استدعاهایی داره که استدعا قلم خودش داره استدعا میکنه، التماس میکنه که تو این زمین ها یعنی تاکید داره، خواهش میکنم، التماس میکنم که بدن خودت رو تقدیم کن. خیلی مهمه با این طرز نگارش میخواد اهمیتش رو نشون بده که عبادت معقولت میگه اینه، تقدیم کن خودت رو، اعضای بدن خودت رو، جسم خودت رو تقدیم کن. پس میبینیم که جسم و روح رو تقدیس کردن، نظارت کردن بر این دو خیلی نکته مهم و اساسیه بر اون ناظر باشیم. و باز هم پس واقعا ما همونجور که به روحمون میرسیم باید به جسممون هم برسیم. این نیست که ما مسیحیان فقط به روح باید برسیم، امور روحانیه، ما افراد روحانی هستیم، ولی جسم رو فراموش کنیم و ولش کنیم. هر دوتاش رو باید در یک تعادلی رسیدگی کرد. درست. من باز هم اینجا این درس آیاتی رو داده میخوام که باز این آیات رو بخونم، در کتاب غلاطیان هست، غلاطیان فصل 5 آیه 16 هم باز آیه زیبایی هست که میگه اما میگویم به روح رفتار کنید، پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد، زیر خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم، و این دو با یکدیگر منازعه میکنند، به طوری که آنچه میخواهید نمیکنید. روح راقب جسم ناتوان، جسم اون چیزی که روح میخواد انجام بده، جسم مانع وقتی چاق شده. یه عزیزی آدم ساده‌ای بود، خیلی آدم کم سوادی بود، واسه خودش اندازه خودش میفهمید، خیلی تحصیلات دانشگاهی عالی نداشت و این ایمان میاره و از اون رفتار و زندگی و بیبندوباری های سابق خودش دست میکشه، ایمان میاره و بعد از چند اون کشیش که مجددن میبینتش، اون مبشر بهش میگه خب چطوری با زندگی گذشته؟ میگه والا جناب کشیش، این دوتا مثل دوتا سگن در وجود من. ساده بود اینجوری میگه، میگه دوتا سگ سیاه و سفیدن، اینا دائم به هم میپرن، این سگ سفیده مثل زندگی جدیدمه، سگ سیاهه مثل زندگی گذشتمه، و اینا دائما با هم در جنگن. واقعا مثل همون چیزی هم که خوندیم، انسانیت کهنه ما با انسانیت جدید ما دائما در جنگه. بعد کشی میگه خب کی برنده است؟ میگه طبیعتا به هر کدوم بیشتر غذا بدم، اونی که قوی تره همیشه برنده است، اونی که قدرت بیشتری داره. جسم رو خدا به ما داده، باید مراقبش باشیم، ولی معمولا ما بیشتر به جسم میرسیم، چون انسان از لحاظ روحانی مرده است. وقتی که ما به مسیح ایمان میاریم، روح ما مجددن یک تولد تازه پیدا میکنه و اون موقع است که باید شروع کنیم به روح برسیم. به هر دوتاش باید رسید، نمیتونیم بگیم یکی اولویت داره اون یکی رو باید زیر پا گذاشت، نه، هر دو رو باید بهش رسیده. که البته ریاضت بدنی اندک فایده ای دارد، لیکن کسی که ریاضت روحانی میکشه، روح خودش رو تقویت میکنه، این کار برای جاودان ثمر داره. و خیلی نکته مهمیه، ما وقتی که نمونه دیگه داریم توی الان به خاطر اومد توی باغ جتسیمانی، وقتی که مسیح میره تو اون فشار روحانی بوده، حمله بوده، تصمیم جدی رو باید میگرفته، اون موقع باید دعا میکردن، مسیح میره و شروع میکنه به دعا کردن، بر میگرده میبینه خوابن شاگردان، هی میره میاد باز میبینه اینا خوابیدن، میگه شما نتونستید با من یک ساعت بیدار بمونید، بیدار بمونید. درشون میگه بیدار باشید و دعا کنید تا در تجربه نیفتید. این خیلی مهم. بله، علاوه بر اون روح و جسم که در کل ما میتونیم بگیم وجود انسان رو تشکیل میده، بدن ما اجزای مختلف هم داره. من تو این لحظه با دوستان عزیز توی خونه میخوام در مورد یه عضو خیلی کوچیک صحبت کنم، البته منظورم چشم نیست، چون چشم خیلی کوچیکه، عضو کوچیکی که ویرانگر از بنیاد میتونه بکنه، همه چیز رو خراب بکنه، و در فرهنگ ما شرقی ها خیلی ازش استفاده میکنیم، اونم زبان ما هست. زبان یک آلت بسیار بسیار کوچیکه ولی خانمان براندازه. تو فارسی میگیم چی؟ زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. یعنی واقعا آدم ممکنه به خاطر حرفی که میزنه سرش رو به باد بده، یا باعث مرگ دیگری بشه، سر دیگری رو به باد بده. عجیبه در حرف چه قدرتی هست، مخصوصا در حرف منفی.
شما بخوای یک نفر رو خراب بکنی با دو کلمه میتونی داغونش کنی، ولی اگه حالا میخوای تشویقش بکنی باید شما نیم ساعت آیه براش بخونی و از حقایق کلام خدا بگی و از عظمت و فیض خدا برای صحبت کنی تا این یه خورده حالش جا بیاد. چه قدرتی هست تو این زبان. و یعقوب خیلی قشنگ مینویسه در رساله خودش اهمیت این زبان رو، قدرتش رو، خطراتش رو که چیکار میتونه بکنه. عزیزان توی خونه لطفاً بینندگان عزیز باز بکنید با من، عزیزان که دارید، رساله یعقوب رو در عهد جدید، اون اواخر کتاب هست، برای من میشه صفحه 1404 توی ترجمه قدیم، جلد چرمی دور طلایی. اگه شما ترجمه دیگه‌ای دارید همون حدود صفحه 1400 بگردید، احتمال زیاد پیداش خواهید کرد. کتاب یعقوب باب سوم از آیه 2 میخونم براتون، لطفاً توجه بکنید. زیر همگی ما بسیار میلرزیم. اگه نه، من شما میلرزیم. و اگر کسی در سخن گفتن نلغزد، او مرد کامل است. خدا رو شکر براش. و میتواند عنان تمام جسد خود را بکشد. و اینک لگام را بر دهان اسبان میزنیم تا مطیع ما شوند و تمام بدن آنها را برمیگردانیم. اینک کشتی ها نیز چقدر بزرگ است و از باتای سخت رانده می شود، لکن با سکانی کوچک به هر طرف که اراده ناخدا باشد برگردانیده می شود. همچنان زبان نیز عضوی کوچک است و سخنان تکبرآمیز می گوید، کبرآمیز می گوید. اینک آتش کمی چه جنگل عظیمی را می سوزاند. و زبان آتشی است، آن عالم ناراستی در میان اعضای ما زبان است. عالم ناراستی در میان اعضای ما زبان است که تمام بدن را می آلاید و دایره کائنات را می سوزاند و از آتش جهنم سوخته می شود. یعنی ویرانگره. اگه مواظبش نباشیم همه چیز از بین می بره. واقعا برای یک آتش سوزی که گاهی وقت ما اینجا تو تلویزیون می بینیم، چند وقت پیش تو آمریکا این اتفاق افتاد، تو کالیفرنیا اینجور شد، تو اسپانیا میشه گاهی وقتا وسط تابستون هوا خیلی خشک، مرطوب نیست، رطوبت کمه، آفتاب میزنه و جنگلا میسوزه. با یه جرقه است اولش، با یه شعله کوچیکه، ولی هفته ها باید مهار بشه. چقدر افراد که تو آتش نشانی کار میکنن جونشون از دست میدن، چقدر میسوزن، چقدر با هواپیما آب میان میریزن که این آتش رو بخوابونن. که روز اول چی بوده؟ یه شعله کوچیک کبریت، حالا میتونیم یه چیزی شبیه اون بوده. حرف ما همینه، یه کبریت کوچولو اینجا میگیم، یه غیبت کوچولو، یه حرف نادرست، یه چیزی که از تو فکرمون گذشته، میگیم نه صحت داره این، اصلا من دیدم، چشممون هم میذاریم روش، شاهدم داریم، 10 تا 3 تا هر چی که بخواید، همه ما این تجربیات رو داریم. ولی واقعا من یاد گرفتم از کلام خدا حتی اگه با چشم خودم هم میبینم نباید اعتماد بکنم، چون حتی تو اون ممکن اشتباه بکنم. حتی اگه شاهد زنده کاری هستم، شخصی داره گناه میکنه، من با چشام دارم میبینم، ممکنه داستان چیز دیگری و من باز در اشتباه، چه برسه بشنوم، چه برسه ببینم سر خود من اومده که تقدیر کردم از چیز دیگری، ولی افراد اومدن یه حرف دیگری زدن، گفتن نه تو اینو راجع به فلان کسر گفتی. گفتم نه بابا جان، من مثلا از تا این تابلو خوشم اومده، من این تابلو رو داشتم تقدیر میکردم، میگفتم چقدر قشنگه، چقدر زیباست، بنده کاری به کس دیگه ای نداشتم. از این اتفاقات برای همه ما میفته، ولی زبان عالم ناراستیه. در کلام خدا میگه با تمام سخنانی که از دهن شما بیرون میاد، به خاطر اونها بعد در روز داوری حساب پس بدید. تمامش رو، اون چیزی که میکاریم ما درو میکنیم. در رساله به افسوسیان هم باب 4 آیه 12 آیه زیبایی هست، اینم میخوام براتون بخونم و این قسمت رو با هم به پایان ببریم. افسوسیان 4 آیه 29 ببخشید. هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید. ما چطور باید زندگی بکنیم؟ حرف ما باید چی باشه؟ هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید، بلکه آنچه به جهت حاجت و برای بنا نیکو باشد، تا شنوندگان را فیض رساند. برای حاجت زندگی روزمره و برای بنای دیگری، نه برای تخریب. نه برای اینجا جوک زشت نداریم، لطیفه های ناجور نداریم، غیبت نداریم، حرف بیخود زدن یا حرف های ناشایست زدن نداریم. خب مگه میشه بین جماعتی که ما هم باشون در تماس هستیم میشه غیبت نباشه؟ این نباشه. اینو باید جنگید. یه خواهر عزیزی بود میگفت که کسی شروع کرد به من غیبت کردن و من گوشامو همجور گرفتم،
گوشامو گرفتم و ایشون تعجب کرد، گفت چیکار میکنی؟ ایشون جواب داد که گوش من آشغال دونی نیست، من به شما اجازه نمیدم که گوش منو با این لاتایلات پر کنید. همین اون شخص ساکت شد، دیگه حرف نزد. ما میتونیم محیط اطرافمون رو عوض کنیم، ما میتونیم اجازه ندیم دیگری شروع بکنه به غیبت کردن و شروع بکنه اون عالم ناراستی رو که توی دهنشه به کار ببره، و ما نمونه خوبی باشیم. ما ببینیم تا شروع میکنن چرت و پرت گفتن، ما شروع کنیم به دعا کردن، ما شروع کنیم به از کلام خدا بگیم، از برکتی که اون روز صبح یا شب گرفتیم، از موعظه‌ای که هفته پیش شنیدیم بگیم. ما میتونیم جو و عوض کنیم. و دوستان عزیز توی خونه من میدونم که این قدرت رو دارن، همه ما تجربه رو کردیم، میدونیم زبان چقدر ویرانگره، ولی خدا میخواد ما برای حاجت، برای بنا، برای پرستش، برای نیایش، برای تشویق، برای تسلی از اون استفاده بکنیم. حالا چه خبر؟ این واژه کشنده است. چه خبر؟ هیچ خبر. پشت تلفن زنگ میزنن آقا چه خبر؟ بگو. حالا باشه، فرصت ما کوتاه، در قسمت‌های بعدی شاید راجبش صحبت بکنیم. از این چه خبرها زیاد میشنوی، ولی هیچ خبر نیست. در آسمان خبر هست. اگه کسی به یکی از شما عزیزان گفت دوست عزیز چه خبر، از آسمان بهش خبر بده که عیسی مسیح زنده است و عیسی مسیح الان اینجاست، داره ما رو نگاه میکنه و میدونه تو دل تو چی میگذره و میدونه تو دل من چی میگذره. به استودیو بریم، همکاران من برنامه کوتاهی رو تهیه کردن، با هم میبینیم و برمیگردیم اینجا. موضوع نظارت بر بدن رو در قسمت‌های بقیه بدنمون، قسمت‌های دیگر با هم دیگه ادامه میدیم. تا چند لحظه دیگه. بله دوستان عزیز، صحبتمون رو ادامه میدیم در مورد نظارت بر بدن. تا حالا از جسم و روح صحبت کردیم، از زبان صحبت کردیم و الان از برادرم رضا خواهش میکنم در مورد قسمت‌های دیگه که تهیه کردم برای ما صحبت کنم. خواهش میکنم. در رابطه با نظارت بر بدن داریم صحبت میکنیم. در این قسمت فوکوس ما، تمرکز ما روی فکر و دل ماست، اون چیزایی که توی افکار ما و توی دل ما میگذره. خیلی آیه زیبایی رو داره در کتاب اول قرنتیان فصل 2 آیه 12 تا 16 آیه رو درس به ما داده، این آیات رو که اون رو برای شما عزیزان میخونم. میفرماید که لیکن ما روح جهان را نیافتیم، بلکه آن روح که از خداست، تا آنچه خدا به ما عطا فرموده است بدانیم، که آنها را نیز بیان میکنیم، نه به سخنان آموخته شده از حکمت انسان، بلکه به آنچه روح القدس می آموزد و روحانی ها را با روحانی ها جمع می نماییم. اما انسان نفسانی امور روح خدا را نمی پذیرد، زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمی تواند فهمید، زیرا حکم آنها از روح می شود. لیکن شخص روحانی در همه چیز حکم می کند و کسی را در او حکم نیست، زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد تا او را تعلیم دهد؟ لیکن ما فکر مسیح را داریم. اشاره میکنه به شخص روحانی که این شخص حالا شخص روحانی مشخصش چیه؟ کسیه که در روح خدا سلوک میکنه، رفتار میکنه، با روح خدا دائم در ارتباط، از روح خدا پر میشه، تقویت، کنترل و هدایت میشه. این شخص روحانیه. پولس رسول داره این نامه رو به کلیسایی مینویسه که حدوداً 4 سال از ایمانشون گذشته و هنوز بین اونها حسد، نزاع و جدایی ها هست. وقتی تو باب سوم میرید میبینید که اینا رو دارن. هنوز بهشون میگه شماها جسمانی هستید، بچه طفلی تنوز رشد نکردید، باید غذای شیر بخوری، غذای قوی بهتون نمیسازه، هنوز رشد نکردید به اون مقداری که باید رشد میکردید، در روح رفتار نکردید، جسمانی هستید. و داره توی بابهای 2 و 3 داره افراد به 3 گروه تقسیم میکنه: شخص جسمانی، شخصی که نفسانیه و شخص روحانیه. که این شخص روحانی میتونه امور روح خدا رو بفهمه، چون افکار خدا رو میتونه درک کنه و با روح خدا رو قدم میزنه، سلوک میکنه، رفتار میکنه. این شخص دائم داره از روح خدا پر میشه به طور اتوماتیک،
میفهمه که خدا در مورد چه چیزی داره فکر میکنه، میفهمه که اراده خدا برای زندگیش چیه. گاهی وقتا که فکر ما اینور اونور میره، مثلا این مهمه برای خدا، یا چون مثلا هیچ کاری عملی انجام ندادیم، فقط در مرحله فکره، خدا میخواد اونم ما در کنترل داشته باشیم، همه چیز باید در کنترل خدا باشه. یه دانشمندی میگفتش که افکار مثل پرنده هایی هستن که توی آسمون میان از بالا سر ما رد میشن، وقتی که ما به اونها اجازه میدیم که بیان بالا سر ما و لونه بسازن، آشیانه کنن، بچه به دنیا بیارن، تخم گذاری کنن و این پرورش و تکثیر جوجه هاشون رو غذا بدن و این آسیب پذیره. میگه که به این افکار اجازه ندید که توی زندگی شما، توی مغز شما لونه کنن. ولی افکار میاد و میره، این گناه نیست که فکری اومده. این مهمه، این چقدر مهمه. ما اجازه دادیم که این در ما رشد کنه و پرورش پیدا کنه، چقدر تصویر سازی کردیم، این مهمه. روح خدا اینها رو کنترل میکنه، ما از روح خدا میتونیم کمک بگیریم تا این رو کنترل کنه. آیات دیگه ای هم هست که در این قسمت میتونیم به اونها اشاره کنیم. از مزمور 139 آیات 23 و 24 رو من برای عزیزان بیننده میخونم که فکر میکنم سرفصل یا آیه حفظی درسم بود اگه اشتباه نکنم، که میفرماید که ای خدا، دعای نویسنده مزمور هست، میگه که ای خدا مرا تفتیش کن و دل مرا بشناست، مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد است و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما. واقعا این دعایی که هر کدوم از ما هر روز باید داشته باشیم، این دعایی که هر روز باید ما به حضور خدا بریم، چون گناهانی هست که ما متوجه نمیشیم، چیزایی هست که میاد در ذهن ما و نمیدونیم و میگیم خداوند رو تفتیش کن ببین آیا چیزی هست، نشون بده، من نمیدونم. نویسنده اون کتاب ارمیای نبی میگه که ارمیا میگه که دل از همه چیز فریبنده تره و بسیار مریض، بسیار مریضه، کیست که اون رو بدانه. یک آیه که الان من حالا توی درس نیست، البته این آیه کمکی میگیرم از کتاب مرقس، انجیل مرقس فصل 7 آیات 21 تا 23 هست، که میگه که اون چیزایی که از درون شما بیرون میاد، اون افکار، اون خیالات بد، خیالات کثیف، اون هاست که شما رو نجس میکنه، کثیف میکنه، ناپاک میکنه. این رابطه شما رو با خدا اوناست که از بین میبره، نه خوردن گوشت خوک یا خوردن چیز دیگه. اون فقط صدمه به معده و شکم و روده ما میزنه و بعد میره بیرون، ممکنه مریض بشیم، ولی در رابطه روحانی ما تاثیر نمیذاره. این چیزا هست، از درون دل ما میگه صادر میشه این چیزها. اون چیزی که ما رو در حضور خدا ناپاک میکنه همون افکار بد، خیالات بد، چیزی که از دل و ذهن ما بیرون میاد. نویسنده کتاب فیلیپیان اشاره خیلی قشنگ، فکر میکنم آقای پولس رسول آقای بله. نویسنده کتاب فیلیپیان آقای پولس رسول خیلی آیه زیبایی رو داره، میگه که خود مسیح دلها و ذهنهای شما رو میگه نگاه میداره. بله. سلامتی خدا که فوق از تمامی فکر و ذهن است، فکر و ذهن است. حالا من آیات حفظی رو من باز چون پیر شدم دیگه نمیتونم مثل قدیم رو حد بگم، 25 سال که دیگه سنی نیست، سنی نیست که دیگه 25. در هر حال افکار ما و قلب ما خیلی مهمه که ما برای اون نظارت کنیم و اینها تحت کنترل روح خدا قرار میگیره. افکار همطور که اشاره شد میان و میرن، ولی کن ما باید اونها رو بسپاریم و تحت کنترل روح قدوس خدا قرار بدیم. بله، من فقط یه مطلبی اضافه بکنم، به این دلیل مهمه و عزیزان توی خونم بهتره که بدونن هر عمل ما از افکار ما نشأت میگیره، هر سخنی که ما میگیم از اون دل ما بیرون میاد. یه نفر که دزدی میکنه، یک روز صبح از خواب پا نمیشه میگه خب امروز من میرم تبدیل به یه دزد میشم،
یا کسی که در گناه افتاده، کسی که در زنا افتاده، همون یه روز پا نمیشه بگه خب من امروز تصمیم میگیرم یه شخص زناکار باشم و میره بیرون و این کار انجام میده. نه، این هفته ها یا ماه ها قبلش شروع کرده به برنامه ریزی، شروع کرده به تصویر سازی. برای این فکر مهمه و برای این ما باید خوب مهارش بکنیم. من فقط یه اشاره کوتاهی میخوام به دست و پا داشته باشم. خدا به دست و پای ما کار داره. خدا میخواد از دستهای ما و از پاهای ما استفاده کنه. در بعضی از کشورها این دست رو میبرن، یکی که دزدی میکنه، ولی دزدی اینجاست. دزدی تو چشم منه، دزدی تو روح منه، من حالا من نوعی، دزدی تو وجود یه شخصه. حالا دستش رو ببرید، اون ممکنه هر کاری دیگه ای بکنه. من یادم میاد شخصی رو از کلیسا اخراج کردن به جرم اینکه زنا کرده بود، ولی قابل توجهی که بدونی این شخص کور بود، از دو چشم نابینا بود ولی مرتکب زنا شده بود. این چی دیده آخه؟ تصویر تو ذهن افراده. تصویر فقط اون چیزی نیست که با چشمای جسمانیشون میبینن. این تصویر رو تو ذهنش ساخته و رفته زنا کرده، از کلیسا انداختنش بیرون، ولی کور بود، جرمش این بود که زنا کرده. و خدا با تمام اینها کار داره، با فکر و ذهن و دل ما، با دست و پاهای ما کار داره. در آیات زیادی هست، من بخوام دونه دونهشو بخونم خیلی زیاد میشه. خدا ما رو تشویق میکنه، در کلام خدا ما تشویق میشیم به کار کردن با دست ها. خدا این دست ها رو به من داده که من باهاش کار نیکو بکنم. خدا این دست ها رو داده من باهاش شغل مناسبی داشته باشم، بتونم درآمد مناسبی داشته باشم و بتونم حاجتمندی رو چیزی بدم، بتونم نه تنها زندگی خودم رو بچرخونم، نه تنها دارایی به دست بیارم، پولی به دست بیارم برای چرخوندن زندگی خودم، بلکه بتونم نیکوکاری هم بکنم. پولس رسول میگه که شما شاهدین همین دست ها من رو خدمت میکنم، یه از شماها پول نگرفتم. پولس رسول خیمه میدوخت، چادر دوز بوده برای خودش و کلیساهایی بودن که هدیه میدادن، ولی مثلا با قرنتیان این کارو نکرد، برای اینکه نمونه باشه برای افراد دیگه که ادعا داشتن که رسولن، ادعا داشتن فرستاده شده از جانب خدا هستن. میگه خیلی خوب، من کار میکنم، شما بعد از من نمونه بگیرید، شما باید کار بکنید و نرید دنبال کارهای دیگه. و خدا هم چنین از پاهای ما میخواد استفاده بکنه. پاهای ما به جای اینکه تو دیسکو و نایت کلاب و اینجور جاها بره، یا خونه های ناجور، یا جایی که دیگران کارهای نادرستی انجام میدن، خدا میخواد پای ما پای مبشر باشه. اجازه بدید من این آیه رو براتون بخونم. در رساله به رومیان هست، در رساله به رومیان باب 10 آیه 15 اینطور میگه: چنان که مکتوب است که چه زیباست پایهای آنانی که به سلامتی بشارت میدهند و به چیزهای نیکو مژده میدهند. چه زیباست پای اونهایی که میره از این شهر به اون شهر، از این کوچه به اون خیابون، از این میدون تا اون میدون، از این سر تهران تا اون سر تهران، از تهران پارس تا شهر زیبا میرن، راه میرن، یا از تجریش تا جنوب شهر، نمیدونم من کجا رو بگم دیگه، تا میدون شوش میرن، تا خانیاباد اون ورا، اینها میرن و کلام خدا رو بشارت میدن. خدا با دست و پای ما کار داره. این نیست که من هر کار دلم بخواد با اینها میکنم. خدا باش کار داره و باید مقدس باشه. عزیزان، قسمت پایانی برنامه ما مونده، کاربرد، قلم کاغذ دم دستتون باشه. تا چند لحظه دیگه سوالاتی هست که براتون مطرح میکنم، بنویسید، با جملات خودتون اونها رو پاسخ بدید. تا چند لحظه دیگه. بله دوستان عزیز، خدا بر بدن ما نظارت میکنه. بدن ما برای خدا مهمه و ما باید افراد مقدس باشیم و از بدن خودمون، از فکر و ذهن خودمون، دل و زبان و دست و پا و چشم خودمون به خوبی استفاده بکنیم. میخوام ازتون خواهش بکنم که روی کاغذی که جلوتون هست، امیدوارم باشه، تهیه کرده باشید، یه قلم کاغذ، جدولی تهیه بکنید و در دو قسمت بالاش بنویسید استفاده درست و طرف چپ میتونید بنویسید استفاده نادرست، و در کنار اینها رو یادداشت بفرمایید. در مورد جسم و روح، در مورد زبان، دل، فکر یا ذهن،
دست و پا. و لطفاً بنویسید که در زندگی شخصی خودتون از کدوم یک از اینها شما به درستی استفاده می‌کنید بر طبق کلام خدا و در کدوم قسمت‌ها به نادرستی استفاده می‌کنید، استفاده غلط از اون می‌کنید. در کدوم قسمت احتیاج به تغییر هست؟ لطفاً مشخص بکنید، یادداشت بکنید در کدوم قسمت خیلی احتیاج به تغییر هست چون استفاده نادرست در اون زیاده. و برای این تغییر شما چه کاری می‌خواید انجام بدید؟ برنامه عملی شما برای تغییر این استفاده نادرست به سمت استفاده درست چی هست؟ ما برنامه مون رو ادامه میدیم در قسمت بعدی برنامه، در قسمت برنامه در هفته آینده ما این صحبت رو ادامه میدیم. قسمت دوم نظارت بر بدن رو در هفته آینده با هم دیگه خواهیم داشت. همینطوره دیگه برادر عزیز. با دعای شما ما جلسه‌مون رو، این درسمون رو به پایان می‌بریم. دعا کنیم. پدر آسمانی، از تو ممنونیم که تو مالک و ناظر تمام ابعاد و قسمت‌های زندگی ما هستی و می‌خوای که ما هم مثل تو مقدس باشیم چنان که تو قدوس هستی. خدای قدوس، از تو می‌خوایم که ما رو امداد کنی به وسیله روح مقدس خودت تا بر بدن خودمون ناظران امینی باشیم. دست‌ها، پاها و چشم‌ها و افکار رو ای خداوند، تفکرات دلمون رو ای خداوند به تو بسپاریم تا تو کنترل کنی. برای بینندگان عزیز نیز دعا میکنیم که تو ایشان را به روح مقدس خود تقدیس کنی، کنترل کنی، هدایت کنی تا ای خداوند کمک کنی که شاهدان امین و وفاداری برای تو باشیم، برای جلال اسم خدای پدر به نام قدوس عیسی مسیح. آمین. بله عزیزان، وقت برنامه ما به اتمام میرسه، در پایان این برنامه هستیم. میتونید با ما تماس بگیرید، برای ما اسمس بفرستید، با ایمیل، با نامه یا با تلفن. من جوابگوی تلفن مشاوره و دعا هستم و میتونیم از این طریق با هم دیگه صحبت بکنیم. تا برنامه دیگه، تک تک شما عزیزان رو به خدا میسپارم. ناظرین امین باشید بر بدن خودتون. خدا نگهدار تک تک شما.